بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل عرض کردیم تقسیم ادیان به ابراهیمی و غیر ابراهیمی درست نیست، قطعا درست نیست، چرا که ادیان همون ابراهیمیه. نوح هست و شیس هست و ادریس هست و نوح هست و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا و بقیه انبیا که در وسط قرار دارند. این دینه، دین آن است اولش آدم آخرش خاتم باشه و در خاورمیانه باید باشه، محل تلاقی سقاره باید باشه و انبیا یکدیگر را تایید کرده باشند. انبیای قبلی انبیای بعدی را به دقت و با تمام مشخصات معرفی کرده باشند. این دینه، دین بودا، دین هندوها و امثال اینها که پیرامون هستند، در خاورمیانه نیستند، از آل ابراهیم و آل عمران نیستند، اینها دین نیستند، اینها نوعی ریاضتن. یه آقای موفقی، آدم عاملی، آدم زاهدی طرحی ریخته، بقیه قبول کردن و سلام. پس ادیان همون ابراهیمیه. این یک. دو، عرض کردیم اسلام خشن نیست و خشن نبوده. اسلام برخلاف نوشته ویلدورانت در تاریخ تمدن، اسلام دین شمشیر نبود. اسلام دین شمشیر نیست. در اسلام شمشیر جایگاهی نداره. ذوالفقار برای دفاع، نماد دفاع است. نماد این است که ما نمیخواهیم تحت اشراف کفر زندگی بکنیم. قرآن آغازش اقرا بسم ربک الذی خلق بود، یعنی بخوان، دانشگاهی شو، عالم شو. اسلام برای عالم سازی آمده، برای آدم سازی آمده، برای رحمت آمده. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فقط برای رحمت، برای مهربانی آمده. عرض کردیم آقایان کلیمی ها، آقایان یهودی ها، مسیحی ها طبق تعلیمات انبیایشون بنا بوده مثل انبیای سابق نیرو بسازن، انبیای بعد را تایید کنن. موظف بوده جناب نوح علیه السلام نیرو بسازد، مؤمن بسازد. به محض ظهور حضرت ابراهیم پس از چندین هزار سال از ابراهیم حمایت کنن. طبق این اصل بنا بوده به محض بعثت پیغمبر اسلام یهودیان و مسیحیان به عنوان سربازان فداکار موسی و عیسی از پیغمبر جدید استقبال کنند، حمایت کنند، نیروی آماده داشته باشه پیغمبر جدید. عرض کردیم نه تنها این کار را نکردن که هیچ مخالف هم شدن، جنگ هم تحمیل کردن. پس اسلام در برخورد با اهل کتاب شمشیر نیاورده. اهل کتاب طرف استقبال بنا بود باشه، این اولا. و ثانیا قرآن کریم به اعتقاد بنده که در این زمینه کتاب تألیف کردم و چاپ شده به نام قرآن معجزه ریاضی جاویدان، اونجا با ریاضیات ثابت کردم ترتیب سوره های قرآن به امر خداست. اگر این ثابت بشه که شده به نظر بنده، از اول قرآن که شروع میکنه همون چهار سوره اول یا اهل کتابه. یعنی چه؟ کسی که قرآن را از اول میخواند، قرآن میگه اهل کتاب کجایید؟ یهودیان کجایید؟ مسیحیان کجایید؟ من همان پیغمبر موعود شما هستم، کجایید؟ موسی و عیسی به شما گفته بود از پیامبران بعدی که من خاتم النبیین هستم، به محض ظهور شما نیروهای آماده داشته باشید. من پیغمبر اسلام ظاهر شدم، مبعوث شدم، نیروی جدید ندارم جز خدیجه و علی علیهم السلام. چون من جدیدم، حرف مرا کسی نشنیده، باید از نیروهای ساخته شده انبیای سابق استفاده کنم. لشکریان من، ای یهودیان، ای مسیحیان، بنا بود شما نیروی آماده باشید طبق تعلیم انبیا خودتون، کجایید؟ این منطق قرآن بود که از اول قرآن که شروع می کنید، یا اهل کتاب سوره بقره، یا اهل کتاب سوره آل عمران، یا اهل کتاب سوره نساء، یا اهل کتاب سوره مائده. آغاز اسلام،
پیشانی اسلام خطاب به یهود و نصاراست. دیگر بعد از سوره مبارکه مائده در قرآن یا اهل کتاب وجود نداره. چرا؟ قرآن نامه است. الف لام میم ذالک الکتاب. کتاب یعنی نامه. این قرآن فرزن. اول قرآن اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. یهودیان حاضرید؟ مسیحیان حاضرید؟ پیغمبر اسلام مظلومان دست راست نگاه کرد، آقایان نیامدن. دست چپ نگاه کرد، نیامدن. این سوره بقره. سوره آل عمران نازل شد. یهودیان حاضرید کمکم کنید؟ نیامدن. مسیحیان کمکم کنید؟ نبودن. اینم تمام شد. سوره نساء نازل شد. یا اهل کتاب کجایید؟ بیایید، من آمدم. خدا جبرئیل را فرستاد، من خدا مستحب کردم 5 وقت نماز، برید بالاترین نقطه اذان بگید، بگید اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. چرا؟ مسیحیان یهودیان فردا در قیامت نگید ما نشینیده بودیم. یکی از فلسفه های اذان در نماز این است، به اهل کتاب بگیم آقا آمده بودیم، من پیغمبر آمده بودم، در بلندترین مناره به دنیا گفتیم آمدم، اشهد ان محمد رسول الله، مؤمنین شهادت دادن. به تعداد اذان روز قیامت پیغمبر اسلام شاهد خواهد آورد بر علیه یهود و نصارا، میگه من موعود شما بودم، بنا بود شما یار من بشید. کجایید؟ نه تنها یار پیغمبر نشدن یهود و نصارا، آمدن شمشیر کشیدن، آخرت جنگ های صلیبی قتل عام میکردن مسلمین رو. ما اهل شمشیریم، ما اهل قلمیم، نون و القلم. نون و سیف ما نداریم، نون و الحسام نداریم، ما قسم میخوریم به قلم. معجزه پیغمبر ما کتاب است. پس بنابراین مطلب جدید ما در این جلسه این شد، پیشانی قرآن خطاب به یهود و نصاراست. اتفاقا بعد از یا ایها الناس که اول سوره مبارکه بقره است، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. خطاب اول قرآن به اهل کتابه، اون هم از طریق مهربانی. ای اهل کتاب، ای بنی اسرائیل، ما از همه بیشتر شما را دوست داریم. خب این مهربانی های قرآن، این رحمت های قرآن، جوابش جنگ چی بود؟ آقایان توطئه کردن، مرکزی درست کردن به نام قلعه خیبر، پیغمبر اسلام را متهم کردن خشنه. شما به طبق دینتون بنا بود یار پیغمبر باشید. پس بنابراین در هیچ جای قرآن یا اهل کتاب نیست، فقط 4 سوره اول قرآنه. اونم مفهومش این است که دنیا بدانید من پیغمبر اسلام آمدم، یهود و نصارا طبق تعلیم موسی و عیسی بنا بودن یار من باشن، باشن سرباز آماده به دفاع از من باشن، که نشدن، نه تنها نشدن، بر علیه منم توطئه کردن. پس اسلام خشن نیست. اسلام بر خلاف آقای ولدرانت دین شمشیر نیست. اسلام نون و القلم، سوره نون و القلم داریم، قسم به قلم، اقرا باسم ربک الذی خلق داریم، بخوان، بدان، بفهم، اینهاست ندای اسلام. بنابراین اگر در اول قرآن و پیشانی قرآن مسئله خطاب یا اهل کتاب هست و آغاز قرآن یا بنی اسرائیل، معناش این است که انبیا بنا بوده طبق ضابطه کل انبیا برای پیغمبر جدید و ظهور جدید البعثه نیرو بسازن. آقایان یهود و نصارا در اختیار پیغمبر اسلام هیچ کسی را قرار ندادن که هیچ، یعنی پیغمبر گفته بود، موسی و عیسی گفته بودن، آقایان از دین خودشون منحرف شدن، نه تنها کمک نکردن به دین پایانی، جنگ هم راه انداختن. پس اسلام دین جنگ نیست، دین شمشیر نیست. همین داعش رو همین رئیس جدید آمریکا گفت ما آمریکایی‌ها ساختیم بر علیه اسلام. بنابراین
مطلب ما اینجا به پایان رسید و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.